نقاشی بوده ترها نقاشی ها شب زیبا چوتی اومد یاله شد دست یارو هم خاره شد دودی چقدر قشنگه فرخش از همه رنگه نقاشی های راحت تو برنامه نقاشک یاد میگیره از خاله ترهای خوب و ساده یاد میگیره از خاله ترهای خوب و ساده داره چی فکر کنم قشنگه داره چی قشنگه سلام توتی سلام خاله اون چی بود قایمش کردی؟ دیدم خودم دیدم خیلی بود من دیدم یه چیز خیلی قشنگ بود قشنگ نبود دیدم خیلی قشنگ خیلی قشنگه سلام بچه های گل توی خونه حال تو چطوره بچه ها ببینید توتی جون چه نقاشی یه قدیری قشنگی هیجان زده شدی اصلا من هیجان زده شدم واقعا باورم نمیشه تو همچین نقاشی کشیدی فقط رنگا رو قاطی کردم خیلی قشنگ کشیدی بچه ها میدونی توتی جون چه نقاشی کشیده؟ یه نقاشی فکری ذهنی انتزاعی کشیده این همه کار کرده؟ خیلی جالبه چه رنگایی انتخاب کردی آخه این رنگایی که قاطی کرده با هم دیگه همه رو درست و دقیق رنگای سرده به من یاد دادی قبلا توتی جون خیلی عالی کشیدی میدونی این چه نقاشیه؟ من دارم همینجوری شانسی فکر کردم مثلا اینا رو قاطی کنیم شاید قشنگ بشه بعد گفتم شاید خوبه نمیدونه چی حالا؟ چی کار کرده من؟ کار بدی نکرده باشه؟ نه کار قشنگیه خیلی قشنگه بچه امروز توتی جون یاد من انداخت که الان با این کارش به شما یادآوری کنم بله. که نقاشی که ما میکشیم بله. حتما نباید که شبیه یه چیزی باشه که همه بدونن چیه که کشیدیم درسته میتونیم چیزایی که تو ذهنمونه رنگای مختلف، شکلای مختلف، طرحهای متفاوت، خطهای مختلف رو روی کاغذ بیاریم رنگای قشنگ نگاه کنید چقدر رنگ و برنگ کشیده باید من رب داشته باشه داشته مثلا من رنگای سر دارم فقط یه نارنجی دور تا دورش رنگی گرمه خیلی قشنگ اصلا من چی هستی؟ باورم نمیشه که یه توتی تکنیکای نقاشی رو اینقدر خوب بلد باشه بله توتی آخه توتی معمولی نیست که درسته توتی جوره توتی باهوش توتی جون باهوش جون بله خوش زبون جون بله کنار خاله جون بله درسته بچه ها میدونید نقاشی انتزاعی یا نقاشی آبستره چه نقاشیه؟ آبستره است آره دیگه نقاشی ما داره هواش هواش حرفه‌ای و حرفه‌ای تر میشه بچه هم که کارهای ما رو دنبال کردن از اول تا حالا دیگه به جایی رسیدیم که میتونیم از ذهن خلاقمون استفاده کنیم و چیزهای عجیب غریب رو کاغذ بیاریم چیزهای باور نکردنی مثل این میدونی چه توتی جون از ذهنش استفاده کرده و با توجه به چیزایی که تو ذهنش تو خلاقیتش داشته نقاشی آزاد و رها کشیده درسته؟ قلم رو خیلی رها کرده روی کاغذ هر چی دلم اومد هر چی فکرم اومد گذاشتم خودش مثلا انجام بشه فکر نکردم بهش که آره گذاشتی رنگا خودشون با هم قاطی بشن بازی کنن صدای قلبم روحم احساسم همه رو کاغذ آوردم چون ایدایی که ببینی خیلی قشنگه عجب احساس قشنگی داری احساس بکر تیره و تار نشده نه خیلی هم شاد و قشنگه خیلی شاده بنفش و آبی رنگای قشنگ زدی بعد یه چیز جالبی که تو نقاشی توجه منو جلب کرده اینه که بعد اومدی این دورا رو رنگ نارنجی زدی وقتی که رنگ آبی زده بودی میدونستی مکمل رنگ آبی
نارنجیه. نمیدونستم، همینجوری زدم. همینجوری ذهنی گشت. از تو دلم گفت بزن، برم گوش کردم. بچه ها بعضی وقتا به صدای دلم گوش کردم، گفت رنگ نارنجی بزن. درسته، بعضی وقتا بچه ها مغز ما خودش ناخودآگاه بهمون فرما میده وقتی که یه رنگی رو استفاده کردیم. بله. بعد میایم رنگ مکملش رو میشناسیم. چون وقتی که زیاد چشمت به رنگ آبی خورده، چشمت زیاد به رنگ بنفش خورده، ناخودآگاه انگار دلت میخواد هوس میکنی یه رنگ نارنجی توش اضافه بکنی. بله. درسته. بله. بچه‌ها به من بیشتر یاد بده. اگه اینقدر این کار جالبیه، بیشتر یاد بده. میخوای که یه دونه نقاشی روی بوم یاد بگیریم با هم بکشیم؟ بچه‌ها بعد که حالا رو بوم نقاشی نکشیده، می‌خوام رو بوم نقاشی یه نقاشی انتزاعی و فکری خیلی خوشگل با هم بکشیم. نقاشی آبستره رو می‌خوایم با هم دیگه امتحان کنیم. بچه‌ها بریم وسایل نقاشیتون رو بیارید رو مقوا، یا اگه تو خونتون بوم دارین بوم بیارید، اگه نداری اشکال رو مقوا با رنگی که دوست دارین می‌خوایم یه نقاشی آبستر رو یاد بگیریم و با هم دیگه فکری و انتزاعی کار کنیم. من برم بوم بیارم، شروع کنیم با هم دیگه. بله، برو بیار. خیلی خوب، بس بچه‌ها بریم و برگردیم. شما برو، من با بچه‌ها کار دارم. من برم بوم بیارم. بچه‌ها، من باورم نمی‌شد این خیلی قشنگ باشه. حتما شما می‌تونید نقاشی خوبه بکشید. پس تا خاله میره وسایل نقاشی رو بیاره، رنگ اکریلیک بو بیاره، شما برید وسایلتون رو بیارید. حتی میتونید مثل من با آب رنگ نقاشی کنید. رو مقوا، رو مقوا برید بیاید، بعدش با هم نقاشی کنید. نازت به چشم بیارش، برفش بکش کنارش، بهش بیگر مکمل، خوب و قشنگ و کامل. برگشتی. بله بچه ها، ببینین که یه بوم نقاشی آماده کردیم. رنگامون رو روی پالت گذاشتیم. رنگ اکریلیک من استفاده میکنم، ولی اگر که رنگ اکریلیک دسترسی نداریم بهش، میتونید با آب رنگ یا با گواش هم روی مقوا این کار رو انجام بدین. مقوا رو همه بله. بچه ها دارن. بله، مقوای رنگی یا سفید، مداد رنگی که لازم نداریم برای این، میتونید یه چیزی باشه که حلالش آب باشه، هر چیزی مثل گواش، آب رنگ. وقتی حرفه‌ای شدید، یاد گرفتید، بعد اکریلیک بخرید، بوم بخرید. بله. من برای یه کادوی تولد تو میخوام برات اکریلیک بخرم. الان فعلا نمیتونی استفاده کنی، تولد خود بده. یاد میدم، بعدا برات میخرم. باشه. خیلی خوب. ببینید این نقاشی زیاد اونجوری چیز یادانه نداره. مهمترین چیزش اینه که تکنیک استفاده از رنگو بدونی. یعنی ما یاد نمیدیم که اینجا یه دایره بکشی، اینجا اینو بکشی، اونجا اینو بکشی. هر چیزی که تو ذهنتونه، تخیلتونه، میتونید روی کاغذ بیارید، آزاد و رها نقاشی کنید. قلمون رو رها کن، برقص رو کار. رنگا رو میتونید هر رنگی که دوست دارید استفاده کنید. ولی آب همش برقصه رو کار. قلمون پرواز کنه. پرواز کنه. میدونی من یاد بدم، من یاد بدم. حالا بخوای اینجا بیبین وسط بهت یاد بدم قلمو چجوری باید برخصه. قلمو رو اینجوری باید بذارید بلند شه، پرواز کنه، پرواز کنه. نتیجه قلمو خیلی دیگه پرواز کرد دیگه، از روی کاغذمون پرواز. رنگو بذار پخش بشه، پرواز کنه قلمو رو بو به نقاشی. بله بچه ها، همونطور که توتی جون همکارم برای شما توضیح داد، قلمو رو آزاد و رها روی کارتون آزادش بکنید. خب من میخوام از اونجایی که توتی یه نقاشی آبی بنفش کشید که من خیلی خوشم اومد، منم دوست دارم مثل توتی تمام بوممو آبی کنم اینطوری. آله تو نقاشی کنی، بیا خبرم نقاشی با بیارم. برو بیار به بچه ها نشون بده که باشه. چی کشیدی. بچه ها دیدن، ولی من بیزارم این کنار دوباره ببینن. بذار من نقاشی ببیارم، شما مشغول باش. باشه. من برم نقاشی اینجا رو بیارم. بیارم میخوام اینجا رو همه رو آبی کنم. خیلی خوب.
خوشی با آوردم، ده خوشی با آوردم. آفرین. درسته، من خواهم مثل تو نقاشی کنم. خیلی قشنگ اینجوری رنگ آبی زدی، خیلی خوشم. ببین نگاه کن، قلمو رو هم از این طرف بزنم هم از این طرف بزنم. چرا؟ که خوب با هم قاطی بشه رنگا، هیچ جایی خط نمونه، خوشگل بشه. واو، تا حالا تو رو بوم نقاشی کشیدی تو تیجون؟ من داشته تا حالا بوم از نزدیک ندیده بودم. سلام بوم، نگاه کن. سلام بوم، من توتیه تو تیجون. اینجوری نصفشو میخوام سبز کنم، همه رو تا این بالا سبز. میتونی شما هر رنگ دیگه که دوست دارید بزنیم، مثلا میتونیم به جای سبز نارنجی بزنیم، به جای نارنجی قرمز بزنیم، هر رنگی که دوست داره. هر رنگی که دوست داره. نگاه کن چقدر تونتون کار میکنم، چه خوشگل. بعد از ترکیب رنگا ببین چی به دست میاد. الان دلیلی داشته آبی با سبز زدی؟ برای چی زدی؟ برای اینکه دوست دارم اینجوری 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 یواش یواش بیاد تو هم قاطی بشه رنگا. ببینم که چه جوری رنگا با هم قاطی میشن. دوست دارم امتحان کنم. بچه ها تو این روش نقاشی شما میتونید امتحان کنید، میتونید رنگا رو آزمایش کنید. خیلی بهترین راه واسه اینکه رنگای مختلف رو تو همدیگه آزمایش کنید این نقاشیه. ببینید که آها، ببین تاثیر آبی کنار سبز منو یاد غروب جنگل میندازه وقتی که هوا تاریک شد. اتفاقا خاله، من فکر کنم این مدل نقاشی خوبیش اینه که هر کسی یاد یه چیزی میندازه، هر کسی برداشت خودش داره. درسته، مثلا تو میتونی به این نقاشی نگاه کنی تصویر یه جنگل تو ذهنت داری. درسته، غروب داره بیا. آره، یه کسی مثلا میتونه تصویر یه دونه شهر بازی رو داشته باشه. مثلا میخوام یه شهر بازی اینجا درست کنم. ببین الان این گوشه میخوام رنگ زرد و پس اینجا بیارم. واو، زرد رو بیارم. نگاه کن تاثیر رنگ زرد رو، ببین کنار سبز و آبی که اینا اینجوری با هم دیگه قاطی میشه. رنگ زرد و آبی رو قاطی کنی خودش سبز میشه. آره دیگه، نگاه کن حالا یواش یواش میاد تو سبزا، سبز میشه، سبز میشه، سبز میشه، سبز میشه. آها اینجوری میاد پخش میشه. میدونی میخوام چیکار کنم؟ حالا میخوام این رنگ زرد رو که از این گوشه آوردم بیارم پخشش کنم رو همه کار. اگه گفتی چیکار میکنم؟ پخشش میکنیم. ببین چی کار میخوام بکنم. یعنی این نقاشی که امروز میکنیم نقاشی آزاد و رهاست، نقاشی که باهاش هر چی که قلبت میگه کیف میکنیم. میدونی چی الان میخوام؟ بچه ها فقط دقت کنید، خواهش میکنم این نقاشی رو که انجام میدین حتما لباس مناسب داشته باشین. شما پیشبند دارین؟ من پیشبند دارم، یه لباسی که کثیف بشه، اشکال نداشته باشه، ماماناتون ناراحت نشن از دست ما دیگه. نگن دیگه اجازه نداری برنامه نقاشی کن. نگاه حتما مواظب باشن رو فرش. آره. نقاشی نکنن. آره چون ولی زیرش هم میخواین. اینجا نگاه کن، الان من میخوام یه کار جادو بکنم با قلم. برم جون باشتم. نگاه کن. بچه اگه این کارو میکنی حواستون باشه که دوروبرش رو رنگی نکنید. حتما یه روزنامه پن کنید. درسته، یه چیزی پن کنید. ببین چجوری رنگ زرد رو میخوام توی کارم همه جا پخش بکنم. خوشت میاد؟ خیلی جالبه. دیگه چی پخش کنیم؟ یکم دیگه زردم رو اضافه کنم. دوست داشتی؟ بعد میتونیم مثلا بهش بافت بدیم. اینطوری میتونیم تو کارمون بافت اضافه کنیم. یه کمی نارنجی هم به این رنگی بیاد. یا بنفش؟ نارنجی دوست داری اضافه کنی؟ یا بنفش دوست دارم. صبر کن ببینم، بنفش یا نارنجی کدومشو میخوای؟ زود باش. نمیدونم هنوز توی دوراهی بزرگ گیر کردم. نمیدونم من میخوام اینجا یه بنفش روشن درست کنم که بزنم کنار این زرد که زردم بیشتر خودشو نشون بده. جلوه بده. ولی میتونم از بافتای مختلفم استفاده کنم تو کارم. درسته؟ داره. مثلا میتونم اینجا رو اینجوری با بنفش خط خط بکنم. اینجوری راه راه میکنم، دون دون میکنم، بهش جلوه خاصی میدم. میتونیم بچه ها با این سبک نقاشی میتونیم بافتای مختلف رو امتحان کنیم. ببین الان من اینجا یه بافت درست کردم. درسته؟ بله، بافت درست شد. ببین مثلا اینجا اینجوری
بافت درست کردم. بله، مثل گل‌های برداوه. مثل اینکه اینجا پر از گل شده. بله. حالا یه دونه اینجوری هم می‌کنم. پخش می‌کنیم. پخش می‌کنیم. با چقدر کیف میده این نقاشی توتی جون. کاش که تو هم بتونی اینجوری نقاشی کنی. من اگه اینطور نقاشی کنم پرام رنگی بشه. پرام رنگی بشه. تو پر داری. ولی من با آب رنگ نقاشی می‌کنم. آبستره. بعضی ها خاله بید سبک نقاشی اسم دیگه ای میگن. درسته. بعضی ها من شنیدم اشتباهی میگن کوبیست. میگن کوبیست. کوبیست اشتباهه. اشتباه این نیستش که. کوبیست یه شکل دیگه است. اصلا این نقاشی آبسترس خیلی قشنگه. یعنی آبسترس. نقاشی انتزاییه. یعنی با استفاده از فکرمون اینجوری رنگای آزاد طرحهای قشنگ میزنیم. ولی میدونی چیه؟ خیلی راجع به نقاشی میدونیم. اینجوری هم نیست که الکی اینا رو به وجود بیاریم. درسته؟ بله. میدونیم که مثلا حالا میتونیم توی این کار ترکیب بندی درست کنیم. میدونی چیه؟ تو نقاشی آبستره یکی از چیزهایی که خیلی مهمه ترکیب بندیه. میدونی چی؟ الان مثلا یعنی بدونیم که رنگ سفید رو از اینجا اینجوری آوردیم تو کارمون، یواش یواش اینجوری پخشش کنیم، اینجا بذاریم. بله. میدونی چیه؟ ببین ترکیب بندی درست کنیم تو کارمون. درسته. سایه روشن درست کنی. هر کاری که بکنیم یه هدفی داره. آره. یه چیزی رو دنبالشه. الکی نیست. اونجا الکی پلکی رنگا رو قاطی نکنیم. سعی کنیم با دقت ببینیم که چه چیزی میتونیم قاطیش کنیم که خوشگلتر و خوشگلترش کنیم. آره. الان احساس من میدونی چی میگه؟ چی میگه؟ میگه این طرف نقاشی سنگینه، اون طرفش سبکه. درسته. همه چی اومده این طرف. درسته توتی جون. البته این خودش یه مدلیه دیگه. مثلا آره. یعنی که اینجا جاذبه داره. مثلا اینجا یعنی مثلا من فکر می‌کنم نور آفتاب افتاده، بعد اینجا پر از گل و دشت و دمنه. اینجا مثلا آسمون خالیه. می‌دونی چیه؟ می‌تونیم اینجا مثلا آره. تو آسمون افقه. اینجا افقه. افقه. اینجا مثلا یه چند تا اینجوری می‌کنم، یعنی بادم اومده. صبر کن یه باد اینجا درست کنم. یه باد. یه باد اینجا درست میکنیم. خیلی قشنگه. واسه ببینم یه باد بنفش. بادم قشنگ. بادم اگه میشه نقاشی کشیم. یه بادم اینجا میکشیم. ببین میتونی هر چیزی که به ذهنت میرسه، هر چی دوست داری انجام بدی. خیلی خوب. بچه‌های عزیز حتما خواهش میکنم که شما این نقاشی آبستره رو تو خونه امتحان کنید. بله. البته با کمک بزرگترا یاد بگیرید که چجوری آزاد و رها نقاشی کنید. روزنامه یادتون نره. درسته. حتما روزنامه پهن کنید. از این پاشیدنی پخش کردنی ها پاشی روزنامه پهن کنید. آره. که روزنامه پهن کنید که پخش بکنید قالی و فرش خونتون، لبینت خونتون کثیف نشه. من میخواستم به بزرگتران بگم که اجازه بدین خواهش بکنم بچه های نقاشی رو امتحان بکنن، بذارین راحت نقاشی کنم، امتحان کنم ببینن که چی میشه. خب منم برای این که میدونی چی، بعد بریم یه میان برنامه ببینیم، برگردیم یکم نقاشیم خوش بشه، بعد دوباره روش بیشتر کار کنم. خیلی خوب. بریم و برگردیم. بریم و بیارم. هر خودو از اینا یه نارنجی بیداره شاد دوستم. دوستم نارنجی هم بهش اضافه کنم. نارنجی بکنه آبی یا قرمز اینجاست، مخلوط شب و حیاست، حالا داره ما بنفش برای طرح خوش نقش. میخوام یکم هم اینجوری زرد اینجا بزنم، یعنی خورشید بیشتر اومده نور داده به همه جا. بله.
خب نقاشی من دیگه تموم شد. بس هم کنم تا حسابی خوش بشه، چه خیلی رنگای زیاد روش زدم. بعد همه خوب بمونه، خوش بشه، نباید دست بهش بزنم. یاد گرفتی دیدی چقدر آسون و قشنگه. من یاد گرفتم، ولی خاله یه چیزی بگم. بگو. من فکر کنم دیگه باید از پیش تو برم خاله. برم تا همه چیزای قشنگ و خوبی که به من یاد دادی به پسرم و به فامیلا تو هندوستان منتظر برم برم بهشون یاد بدم، بعد دوباره برگردم پیش تو. آخه من دلم برای تنگ میشه. اشکال نداره، برات نامه می‌نویسم، برات کارت پستال میفرستم، واسه نقاشیامو میفرستم. اگه نقاشی بفرستم تو برنامه نشون بدی؟ آره حتما نشون میدم، حتما حتما. بچه همتون برای ما نقاشی بفرستید. توتی جونم از اونجا بخواد بره برای من نقاشیشو بفرسته، خیلی دلم برات تنگ میشه. توتی جون سلام تو رو به همه توتی ها میرسونم. خدافظ. من برم بچه ها، مواظب خودتون باشید، از نقاشی های قشنگ بکشید و برای خاله بفرستید. خدافظ. خوشحال باش، من دارم میرم چیزای خوب به پسرم باهم یاد بدم. خدافظ. باشه خوشحالم. خدافظ. بچه ها توتی جون رفت، امیدوارم که زود برگرده با کوله باری پر از نقاشی های قشنگ از توتی های دیگه که برامون میاره. نقاشی من تموم شد، امیدوارم که یه بار دیگه برگردیم و با برنامه های جدید کنار توتی جون یا شاید هم تنها، نمیدونم، ببینیم چی میشه دیگه. پیش شما برمیگردیم بچه ها. تا بعد، خداحافظ. نقاشی های راحت تو برنامه نقاشک، یاد میگیری از خاله طرح های خوب و ساده.